نگرانی پنتاگون از ادامه همکاری طالبان با شاخه القاعده در شبه‌قاره هند. پنتاگون طالبان را به ادامه همکاری با شاخه القاعده در شبه‌قاره هند متهم کرده است. پنتاگون میگوید با وجود پیشرفت‌های اخیر در روند صلح، شاخه القاعده در شبه‌قاره هند روابط نزدیک را با طالبان در افغانستان که احتمالاً برای محافظت و آموزش از حفظ می‌کند. این در حال است که بر بنیاد توافقنامه صلح آمریکا و طالبان این گروه پذیرفت که همزمان با آغاز روند تدریجی خروج نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان اجازه ندهد که مناطق تحت کنترل این گروه و پایگاه امن برای گروه‌های نظیر القاعده برای حمله به آمریکا تبدیل شود که در همین مورد بیشتر بحث می‌کنیم. بیننده‌های عزیز سلام، با برنامه بازنگاه کنونی با من حارث جمالزاده خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقایان گلرحمان قاضی رئیس شورای صلح و نجات افغانستان از طریق خط اسکایپ از کابل با ما وصل است و همچنان آقای محمد آصف مبلغ پژوهشگر از ترکیه از طریق خط اسکایپ با ماست. مهمانان گرامی به بحث بسیار زیاد خوش آمدین. آقای قاضی، بحث با شما آغاز میکنم. پنتاگون در گزارش تازه گفته که طالبان هنوز هم رابطه دوامدار با القاعده در شبه‌قاره هند دارند. این مورد چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی تلاش‌هایی که در بحث صلح در حال حاضر انجام میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی جمالزاده، شما همکارانتان رو پذیرید و مهمان عزیزتان و از طریق شما و مردم نجیب جدیدی افغانستان. بدون شک این همه سر صلح تاثیر داره و مثلا چه سر جنگ تاثیرات خود داشت، حال سر صلح هم تاثیرات خود داره، ولی متاسفانه که پنتاگون با بخش سیاسی تا به امروز یک صدا نشده. همیشه میبینیم که دو صدا میبره و یک دوگانگی وجود داره و این سبب از این میشه که این موافقتنامه که از طرف امریکا با تحریک اسلامی طالبان به امضا رسیده موجب تاخیر واقع شد و این به ضرر مردم افغانستان است بدون شک، زیرا هر روز مردم افغانستان قربانی میتن. اختلاف دیدگاهی که در بخش نظامی و سیاسی ایالات متحده امریکا وجود دارد چقدر با واقعیت های موجود صدق میکنه؟ خب واقعیت های موجود خو در این شکل نیست که هر کشور منافع خود داره، امریکا منافع خود داره در قضیه جنگ و صلح افغانستان، همونطور که دیگه کشورها داره از همسایه گرفته تا منطقه، و همونطوری که ما البته یگانه کشوری که منافع خود گم کرده افغانستان است که منافع اولیا خود هنوز تعریف نکرده که ما برای چی میخواییم کار بکنیم و شکر میتانیم به این هدف اولیه کشور که از جمله منافع افغانستان یعنی صلح یک ضرورت حیاتی و از جمله احتیاج تمام مردم افغانستان است که بدون شک ای از جمله مصالح و منافع اولیه افغانستان است، 100% به ضرر مردم افغانستان و جامعه افغانستان است. ما امیدوار بودیم که با انزای توافقنامه امریکا یک صدا میشه و همونطوری که در جنگ معصریت داشت در صلح هم یک معصریت خود عملا نشان میده. حالا ما میبینیم که به شکل زیگزاگ حرکت میکنه و تا بال ایتو یک موضوعگیری ثابت نداره، در حالی که ما میفهمیم که اختیارات در افغانستان بیشتر اینا انحصار کردن، چی زمینی، چی هوایی، چی سیاسی، و کاش که طور شوه که بر افغانا واگذار شود و این مذاکرات افغانی که یگانه راست و ما و سایر افغانا در این رابطه یک نظر خوشبینانه داشتن که بار اول به معنای مذاکرات بین الافغانی به وجود میه که دیگه ما از حکومتهای ساخت و بافت دیگران نجات بیافیم. اما متاسفانه که این روی دلایل مختلفی که البته منافع کشورها به اون ترتیبی که ایجاب میکنه تغییرات دیمیه. به همه حال ما چون قربانی میتیم
در این رابط ما جدی می شدیم، ما باید ابتکار را به دست می گرفتیم تا می تانستیم هم اولاد خدا نجات بدیم و هم خانه خدا نجات بدیم که بیشتر از این ویران نشد و هم موقع مداخلات صد درصدی بر دیگران نتیم. دیگران منافع دارم، ما منافع داریم بدون شک، میشه در حد متقابل منافع همه حفظ شود، ولی نه اینکه آن چیزی را که خودشان خواسته باشه یک روز نظامیه یک به خودم میذاره یک روز بخش. اگر به آقای خلیلزاد صلاحیت دادن، خب بگذارن که آقای خلیلزاد که در پای امی موافقت نامه امضا کرده و نماینده ایالات متحده و از دیگه کشورها من جمله روسیه هم در این حضور داشت، ما این را تو تلقی کردیم که این یک اجماع بین مللی شد و یقینا این تو یک چیزی را نشان میداد. باب حال حال باید از همه امریکا به این پابند باشه و به این توافقنامه عرض بگذاره و به این قیمت و ارزش بده. این گپارا که اینا دارن در موقت هم داشتن، در اولی گپارا باید به شکل تنظیمی کردن که ابدا دیگه مطرح نمیشد. خب آقا قاضی، حال مواد را که پنتاگون گفته، هدف پنتاگونی است که خوب وقت طالبا آمدن با ایالات متحده امریکا توافق امضا کردن که دیگر رابطه خود با شبکه القاعده قطع میکنن، حال نگرانی پنتاگونی است که پس از توافق نامه چرا طالبا رابطه منظم با القاعده دارن؟ خب این با موافق نامه هر چه زودتر قدم به قدم عملی شود و برای به طرفی که مانی همچو تحرکات شود، در اون صورت باز ما میتونیم که ملامت و ناملامت را پیدا بکنیم. این طرف میبینیم که حکومت به نام حکومت هر چیزی که هست اینا سهلنگاری میکنن، اون طرف امریکا یک گپ خود نداره اونا هم سهلنگاری میکنن. این یکی پای دیگر میبینیم، در انتخابات میبینیم امریکا دوگانگی کرد، به دو شکل عمل کرد، ملت یک چیزی میخواست، ملت سازش برآمد که ما صلح میخواهیم. وقتی که من صاحب صلح شدم، در اون صورت میتونم انتخاباتم داشته باشم، شفافیتم داشته باشم و ارادم داشته باشم در تعیین سرنوشت خود. خب انتخابات این به اون شکل بسیار وارونه و شرمانه تا آخر باطل سر باطل دیدیم که نتیجهش اعلان شد. حالا موضوع صلح را ببینید، دکتر صاحب عبدالله برنده خود اعلان میکرد و اکثریت مردم افغانستان میگفتند که برای واقعیت برنده دکتر عبدالله است. ما نه به کدام علاقه مندی برش دارم و نه داشتم، اما واقعیت باید بگویم. اگر به این حساب بگویم که اراده ملت باشه، شرکت ولس باشه، ملت خود شرکت نکرد، ولس شرکت نکرد. اما 9.6 میلیون که خود کمیسیون اعلان کرده بود که راجستر شده، از او 1.4 میلیون به گفتی از اینا شرکت کردن، آل یک رئیس جمهور که برنده شد به چندک رای برنده میشه. شما میلیونی رو ببینین و چندک رو ببینین. این خودش هر حرکتی که امریکا در اینجا پشتیبانی کرده و میکنه و شرم‌آور است. و به همه حال این دو رئیس جمهور که در دو جای ششتن دو تحریف وجود آمد، این کلش گپایی بوده که شک و تردیده به جامعه افغانستان ایجاد کرده که امریکا در رابطه با افغانستان صادقانه قدم نمیگذاره. اگر صادقانه قدم میگذاشت، امروز افغانستان بیشترین قسمت امی توافقنامه را میدید که عملی شده و با مذاکرات بین افغانی میرسید، افغانا بین خود میششتن و میتونستن از طریق مذاکره و قناعت به یک دیگه خود سرانجام به یک حالتی میرسیدن که این بدبختی بیش از این وطن به تبایی نمیبرد. تشکر. آقای مبلغ، آیا راستی نشر چنین گزارش از طرف پنتاگون نشان دهنده عدم صداقت ایالات متحده آمریکا در روند صلح افغانستان است، یا فکر میکنین که این امر نشان میده که طالبا با آنچه که به عنوان توافقنامه با ایالات متحده آمریکا به امضا رساندن در عملی ساختنش صادق نیستن؟ من خدمت شما، میهمان محترم شما، مردم شریف افغانستان عرض سلام و ارادت دارم.
بگذاریم من یک مقدمه در خدمت شما عرض بکنم. با او هم این هست که طالبان پیوندهای فکری، پیوندهای منافع، تمویل کننده های مشترک با گروه القاعده داشته و داره. جنگ افغانستان در سال 2001-2002 و اون چیزی که باعث مداخله کشورهای خارجی در افغانستان شد، هم مسئله پناه دادن به اسامه بن لادن و ارتباطات عمیق گروه طالبان با گروه القاعده بود. بنابراین ما و شما اگر تصور کنیم که یک تحول یک شبه فکری در طالبان افغانستان ایجاد شود و اونا تمام پیوندهای خودشان را با گروه های بنیادگرا، با تروریست ها یک شبه بگسله، من فکر میکنم یک مقدار ایدئالگرایی هست. و اما چه چیزی باعث شد که تمام اینها با وجود تمام این خطرها و مشکلات با ما امروز پروژه به نام پروژه صلح را در افغانستان به شکل ناکام و به شکل متزلزل شاهد باشیم؟ دلیلش این هست که متاسفانه صلحی را که ما امروز شاهد هستیم از جانب آقای خلیلزاد و اداره ترامپ، بخشی از اداره ترامپ داره هدایت میشه، منتها بخش های نظامی دولت آمریکا به شمول پنتاگون نارضایتی های خاص خودش را داره، مناقشه های خاص خودش را داره. قبل از امضا شدن حتی توافق نامه قطر اینا نگرانی های خاص خودش را داشتن و امروز هم بخش نظامی ایالات متحده آمریکا مصر بر نگرانی های خودشان هستند و دیتا ها و اطلاعات را که از ارتباط شبکه القاعده با گروه طالبان و دوام به اصطلاح همکاری های این دو گروه با همدیگه حکایت داره پرده بر می داره. متاسفانه صلح افغانستان پروژه ای شد و در این پروژه آقای خلیلزاد شاید دستگاه دیپلماسی آقای ترامپ را به اجاره گرفت و به فریب داد. صلح را که خام با پایه های متزلزل بود، بیشترین سود تبلیغاتی این پروسه و پروژه را طالبان کمایی کرد. مشروعیت نیمبند طالبان بر اساس پروژه قطر و به دلیل پروژه قطر و صلح قطر بسیار افزایش پیدا کرد. کشورهای منطقه هم اکنون به طالبان به چشم یکی از مهمترین طرفهای منازعه افغانستان و تعیین کننده سرنوشت افغانستان می نگرند. خب آقای مبلغ، فکر نمیکنین موارد را که شما اشاره کردین، ایالات متحده آمریکا پیش از امضای توافقنامه روابط و مشترکات ناگسستنی طالبا و القاعده را می دانستند و پس از امضای توافقنامه چرا با در نظر داشت مشترکات که طالبا و القاعده داره حال موفق نمیشن این رابطه ها را قطع بکنن؟ در خاطرات اخیر جان بولتون اگر شما اشاره بکنید، متاسفانه عمق تفاوت دیدگاه ترامپ، آقای خلیلزاد و بخش های دیگه اداره ترامپ بخصوصا پنتاگون مشهود هست. نگرانی هایی را که بخش های نظامی ایالات متحده آمریکا با او تکرارن و مکررن اشاره میکردن نادیده گرفته شد و در این فریب دهی نقش آقای خلیلزاد را ما نباید ندیده بگیریم. آقای ترامپ منافع استراتژیک افغانستان را ندید گرفت، منافع تجار پیشگونه خودش را در نظر گرفت، اهمیت استراتژیک افغانستان و گروه و رسمیت دادن به گروه تروریستی مثل طالبان را دست کم گرفت. برای آماده شدن در انتخابات پیشروی آمریکا و همچنین کمایی کردن جستی که ما بزرگترین و طولانی ترین جنگ آمریکا در دنیا را خاتمه دادیم، برای کمایی کردن این عنوان متاسفانه ریسک های زیاد را هم بر مردم افغانستان تحمیل کرد و هم دستاوردهایی را که امروز در جامعه افغانستانی به یمن سالهای سال ممارست، تلاش و خون فرزندان شهید ما کمایی کردیم به خطر انداخت. شما نظامی را که فردا تأسیس خواهد شد هیچ کس نمیتونه تضمین بکنه که اینا با القاعده رابطه خودشان را قطع خواهد کرد. اینا همچنان ایدئولوژیک فکر نخواهد کرد. اینا همچنان به تمامیت خواهی و به بنای به اصطلاح یک نظام مبتنی بر شریعت بر اساس قرائت طالبانی اقدام نخواهد کرد.
آیا گارانتی و تضمین کافی گرفته شده؟ من تصور میکنم که نشده و ما بر اساس متاسفانه یک پروژه‌ای که در او نقش اصلی را تا به آقای ترامپ و خلیلزاد داشت گیر ماندیم. تشکر. آقای قاضی، از سوی دیگر چقدر باورمند به این هستین که نشر این گزارش ها به عنوان یک آله فشار باشه روی کشورهای منطقه تا عملا در روند صلح افغانستان دخیل شود؟ گزارش پنتاگون از یک طرف پای هند در این قضیه دخیل میکنه و از طرف دیگه هم در بخش از این گزارش گفته شده که ایران اهداف خود در افغانستان با ارائه پشتیبانی حساب شده به طالبان و تعامل و تلاش برای تقویت روابط با دولت افغانستان دنبال میکنه. من پیشتر گفتم که هر کشور منافع خود داره و پیش تثبیت است. امریکا انصافا منافع خود داره و در این رابطه میخواهد که امتیازات بیشتر را کسب کنه و بخشایی که به شکل ازشکان در جنگ افغانستان دخیل هستند اونا را به این طرف بکشانند. در این شکل نیست، یک واقعیت است. اما حق در ایست که قدمه گذاشته شوه که کشورهای سی دخل مطمئن شوه که اینال پروژه نیست، یک پروسه است و ای به معنای صلح در افغانستان است، زیرا صلح برای اولین بار است که یک اجماع منطقوی و بین المللی و اجماع ملی را در افغانستان کسب کرده. این برای مردم افغانستان یک چانس خوب بود، یک خوشبختی بود که جای جنگ صلح گرفت و عنوان صلح مورد تایید قرار گرفت. حالا میاییم که امریکا به عنوان مسئول در بخش خارجی، به عنوان مسئول درجه اول که عملا در افغانستان حضور داره و تمام حاکمیت افغانستان که آنشون ببینیم عملا در دست خود گرفته، فعلا مالک سرزمین افغانستان خود میدانند و از عملش ما دیدیم. از جانب دیگه از روزی که امریکایی‌ها در افغانستان به عنوان همکار آمده، هم یک روز بهتر شما در یک صحه برای من نشان بتین که اینمی روز بهتر برای افغانستان اینا داشتن، یا در بخش نظامی داشتن، یا در بخش اقتصادی داشتن، یا در بخش سیاسی داشتن، در کدام بخش داشتن. ما که میبینیم روز به روز جامعه ما تباه شده رفت. اینا در تباهی ما اگر منافع خود جستجو میکنن او یک گپ جداگانه است، و اگر میخواین که ملت افغانستان را با خود داشته باشه و یک همکار دائمی و استراتژیک باشیم برای همیشه و تمام کشورها همسایه منطقه و ابر قدرت ها من جمله امریکا خواستن، و این فکر میکنم روز به روز نسبت به اعمالی که امریکا در چندین سال در افغانستان انجام داده و نتایجی که به دست آمده ملت افغانستان را به طرف تنفر برده، و این درست نخواهد بود، نه به امریکا مفید است و طبعا که 100% به ضرر ما هم است. ما میخواهیم که آقا قاضی در جریان هفته روان شما شاهد هستین که نماینده خاص وزارت خارجه ایران سفر داشت به قطر، با نمایندگان طالبان هم دیدار کردن روی موضوعات مختلف از جمله بحث گفتگوهای صلح و مالکیت گفتگوهای صلح بر رهبری حکومت افغانستان بدون دخالت خارجی ها. حال فکر میکنین این اقدامات به هدف ایجاد یک اجماع منطقه‌ای است یا آنچه را که پنتاگون میگه که ایران در تلاش است تا اهداف خود در افغانستان با پشتیبانی طالبان دنبال بکنه؟ به این شکل نیست که هر کشور هدفهای مشخص خود دارد. کشورهای همسایه اگر ایران شما ببینید اهداف مشخص خود دارد، در قضیه افغانستان همچنان پاکستان دارد، همچنان هند دارد، و کشورهای دوره که ببینید به این ترتیب همیشه منافع خود دارد. ولی حرف ایست که در این منافع که اینا در افغانستان و در تقابل منافع خود چیزی به دست آورده باشه فکر نمی کنم. این جنگ شدیدتر شده را و این آتش خامخا روزی به دروازه خودشان می رسه. روی نوی آل اینا کلمه جنگ به صلح تبدیل کردن که صلح تایید کردن، و من یقین دارم همسایه و منطقه همه از جنگ افغانستان می ترسن. این جنگ و این آتش محدود نمی مانه، این به دروازه هر کدامش می نه و در قلباب می کنه.
پس بهتر است که هر کسی که در صلح با ما همکاری میکنه ما استقبال میکنیم، ما از او قدردانی میکنیم، اگر امریکا است، اگر روس است، اگر چین است، اگر کشورهای منطقه دیگه هست و یا کشورهای همسایه است، اما خواست ما ایست که بیاین از این چیز بگذارن که 100% منافع خود میخواین ایجاد تأمین بکنه که نشد و نمیتانن. یک تجربه ناکام است برای همیشان. درست است ما هم تباه شدیم ولی اینا هم نتانستن. کدامش منافع خود تانسته به دست بیاره؟ بس خوبتر خواهد بود که منافع اولی افغانستان هم من حیث یک کشور، من حیث یک ملت ایرم نادیده نگیرن و منافع خودشان هم در محاد ما به قانه استیم. همین هر کشور کتفا از طریق ابو احترام متقابل 50-50 منافع خود در نظر بگیره ما هیچ گپی نداریم. بیاین این منافع خود در راستای صلح افغانستان تامین بکنن، بیاین در باسازی افغانستان قرار بگیرن، بیاین در اعمار مجدد افغانستان قرار بگیرن، بیاین به دنیا نشان بدن که ما دست به دست هم دادیم یک کشور از حالت تباهی کشیده بینا حال به یک خطه تبدیل شده که هیچ کس از پیش احساس خطر نمیکنه. تشکر. آقای مبلغ، آیا ما شاهد تغییر رویکرد کشورهای منطقه و همسایه در بحث صلح افغانستان هستیم؟ چون اخیراً دیده شد که هم ایران با طالبان رابطه داشته، هم روسیه رابطه داشته و هم چین رابطه داشته، بدون اینکه پاکستان روابط خیلی تنگاتنگ با طالبان داره. در کل یعنی این موارد نشان دهنده تغییر رویکرد کشورهای همسایه و منطقه در بحث جنگ و صلح افغانستان است؟ شما ببینید بعد از مذاکرات قطر و بعد از یک طالبان به حیث یکی از وزنه های مطرح در عرصه جنگ و صلح افغانستان مطرح شد، کشورهای مختلف سعی کردند که ارتباط بگیرن با گروه طالبان، چرا که حداقل در حکومتی که به شکل در افغانستان در آینده ظهور بکنه تمام کشورهای منطقه معتقد به این هستند که در او طالبان نقش اساسی خواهد داشت و بنابراین از امروز سعی میکنند کانال را برای مفاهمه، برای به وجود آمدن درک مشترک با سران طالبان اینا باز بکنند و این هم متاسفانه خب میبینیم که جای تأسف هست که نقش کسانی که حامی نظام نوپای افغانستان هست، حامی نظام دموکراتیک افغانستان هست، کمتر هست و امروز نقش دولت طالبان و نظام طالبانی و کسانی که در رأس طالبان قرار داره وزنه اونا سنگینی میکنه. دولت ایران با اونا در ارتباط هست، پاکستان حامی اصلیشان هست، کشورهای خلیج از حامیان اصلی طالبان هست، روسیه کانالهای خاص خودش را برای ارتباط گیری با طالبان داره. چیزی که در این متاسفانه در این بحبوه ما را میترسانه این هست که در مذاکرات بین الافغانی که قرار هست صورت بگیره وزنه دولت افغانستان و وزنه حامیان نظام دموکراتیک افغانستان سبک باشه. در اون صورت من تصور نمی کنم که اینا بتانن از آزادی بیان، از حقوق ملیت ها، از حقوق مذاهب مختلف، از حقوق حقه مردم افغانستان، از حقوق ارزم به حضور شما که دموکراسی نیمبند افغانستان و پیشرفت هایی را که امروز صورت گرفته از حقوق زنان افغانستان بتانن دفاع بکنن. یعنی باور شما چی است که همکاری کشورهای منطقه به هدف تأمین ثبات در داخل افغانستان صورت میگیره و یا به خاطر حفظ منافعشان در افغانستان؟ یقینا اینا به دنبال پیدا کردن راه دیالوگ با سران طالبان هست، زیرا به این باور رسیدن که حکومتی که فردا در افغانستان، چه حکومت آقای غنی امروز دوام پیدا بکنه و چه حکومت موقت شکل بگیره، نقش اساسی رو در تشکیل او حکومت طالبان خواهد داشت. من تصورم اینه که دولت‌های منطقه هم به باور رسیده. حامیان بین المللی ما و شما برخلاف تمام تعهداتی که با ما داشتن، مثلا پیمان استراتژیکی که بین افغانستان و آمریکا امضا شد، تماما پروژه صبح، ما پروسه جناب قاضی صحیح پروسه فرمودن،
اما ما تصور ما این هست که مثل دموکراسی که در افغانستان پروژه بود، صلح هم امروز به صورت بسته‌بندی شده و پروژه از خارج وارد شده بدون لحاظ نیازهای افغانستان، بدون لحاظ منافع استراتژیک افغانستان. و بنابر این تصور ما این هست که کشورهای مختلف سعی میکنن که راه دیالوگشان را از امروز با طالبان باز بکنن و در حکومتی که فردا در افغانستان شکل میگیره نقش طالبان را بارز میبینن. به یه شکل اونا برای تأمین منافع خودشان هم که شده سعی میکنن که از امروز وارد مذاکره و مفاهمه و ایجاد یک درک مشترک با گروه طالبان شوند. تشکر آقای قاضی. در این وضعیت آشفته جایگاه حکومت افغانستان در روند صلح در کجاست؟ آیا ساختارهای جدید و موجود پس از توافقنامه سیاسی تانسته جایگاه افغانستان به عنوان طرف اصلی در بحث مذاکرات صلح مشخص بکنه؟ بدون شک این موضوع قابل دقت است و پیش از اینکه ما ایران توضیح بدیم، من گفتم که پروسه را به پروژه تبدیل نکنم، به محال به حال پروسه باقی ببانه و این جایگاه خود در افغانستان میتونه داشته باشه و کشورها میشه که در پروسه قرار بگیرن و بالاخره به مهدفی که ما شما داریم که یک صلح دائمی عادلانه در افغانستان است و این به دست بیاد. میم در رابطه به اینکه حکومت تا ولی چی کرده و بعد از چی میکنن، میم بکل ما شما شاهد هستیم که فقط کارهای شکلی میکنن و تا بار در عمل هیچ چیزی دیده نشده، در حالی که انتظار مردمی بود که خب انتخابات رفت و بالاخره باز دوباره یک شکل فراقانونی به وجود آمد. یا امیر ما قبول داریم به خاطر صلح، ولی که اعضای شورای عالی مصالحه که تا بار تعیین شده باشه و مردم سرش اعتماد بکنه، اعتبار داشته باشه و مطمئن شوند که راستی کسایی که در اینجا آمدن اینا میتونن از منافع اولیه افغانستان دفاع بکنن و در راستای منافع اولیه افغانستان یک ثبات داشته باشن و همیشه او را نسبت به منافع شخصی ترجیح بدن، این که نشده. آیت مذاکره را ببینین که آیت مذاکره همچنان تا بال معلوم نیست. یک آیت مذاکره را که حکومت قبلا تعیین کرده بود سر اشخاص ما صحبت نمی کنم، زیرا اقتدادش شاگرده بالفعل ما بوده، اما بیم که این آیت تناسب داره با آیت مذاکره طالبان. من که از نزدیک دیدم، دو بار در مسکو دیدم، یک بارم 4 سال پیشتر در قطر دیدم، کاملا غیر متجانس است. اینال باید هر دو طرف دارای منطق تقریبا مساوی یا مشابه خود در راستای منافع اولیه افغانستان داشته باشه، قناعت داده بتانه و قناعت کرده بتانه، اما و نصب العین مشخص باشه که منافع اولیه افغانستان است و او هم قدم به قدم معلوم شود. اولین چیزی که مردم افغانستان ضرورت داره او موضوع صلح است. ما صلح را من حیث یک ضرورت حیاتی بیداریم که در قدیم اول دیگه یک پسر ما کشته نشوه. برای چی؟ برای کی و طبقه کشته شوه؟ و یک بلس افغانستان هم دیگه ویران نشوه. بعد از اون در رابطه به این که صلح آمد، ما صاحب صلح شدیم، صاحب وطن خود شدیم، این حالی ببینیم که این وطن خود چطور میتاریم، وضعیت سیاسی وطن خود، وضعیت خب آقا قاضی، پیش از این که ما بریم به پیامد صلح، در گذشته ها همون شکل که شما اشاره کردین انتقادات بیشتر به این بود که حکومت متاسفانه در روند گفتگوهای صلح در حاشیه قرار گرفته. حال فکر میکنین که با تغییر نظام حکومت در محوریت صلح قرار گرفته باشه و ایالات متحده آمریکا واگذار کرده باشه بحث صلح به حاکمیت افغانستان؟ من چندان اعتماد سر میگم ندارم که واگذار کرده باشه، چه زیرا از قبل معلوم است همه چیز و میگه چیزی که آیان است چی حاجت بیان است. اما حرف مده ایست که چرا نمیتانیم، چرا نمیتانیم امی افتکار را به دست خود بگیریم. وقتی که میگیم افغان هستیم، افغانستان یک سرزمینی است، آیا ما مالک از این خانه و از این وطن هستیم؟ یعنی همین باورمندی را چرا از دست بدیم و یا چرا این باورمندی را سر خود نداریم؟
دیگه بالای یکی دیگه خود اعتماد بکنیم و حد اقل ما تاوالی نتانستیم سر خود باورمن باشیم. همین دیگه ایشه که بگذاریم نمی دو بار، یک طرفش آقای غنی و دیگه طرف آقای دکتر عبدالله این ها سر خود باورمن دستن؟ اگر سر خود باورمن دستن کدام حرف خود اینا به کرسی نشاندن؟ کدام چیزی بوده که اینا گفتن و عمل کردن و مردم عملشان ندیدن؟ پس میبینیم که متاسفانه در چند سال ما میبینیم که فقط ما منتظر امن و نهی خارجی هستیم. هرچی که اونا گفت او را لبیک میگیم. بسیاری چیز هست که پیش ما خط سرخ میباشه اعلان میکنیم، ولی باز میبینیم که خط سرخ اصلا وجود نداره. پس به اینکه خط سرخ تعیین کنیم، خط سرخ منافع اولیه افغانستان است. اولین چیزی که ما میگم او پیش ما بسیار ارزش داره، زیرا ما جوان بودم با پانتون رفتم در کدر و امو جری سفید شدم. جوانم ما امروز قابل دلسوزی، قابل ترحم و قابل چی میدانم که در جنگ به دنیا آمده، در جنگ کلان شده، این هم قربانی جنگ میشه، یا در جبهات جنگی دو طرف قربانی جنگ میشه، یا از فقر و بیچارگی و دیگه و دیگه به مواد مخدر میره پناه میبره قربانی میشه، و یکیست که به کشورهای خارجی فرار میکنن و تامه حیوانات بحری میشه. به هر حال این نسل امروز این وارثین بلاستحقاق فرداست و سرمایه بیبدی فردا افغانستان است. باید دل خدا بسوزانیم، ترحم بکنیم و بگذاریم که بالاخره ما رفته نیستیم. اب همی وطن اینا به یک شکل خوبتر، با ابروتر، با عزتر تحویل بگیرن و سر ما نفرین نگوین. حد اقل همه قدر یک روز شما شنیدین، یک روز شما شنیدین که همی جوانا چرا قدر روز به روز مثل عازم ایزم در آتش می سوزن و هیچ کدام ما سر ازی فکر نکردیم. من نمیگم یک طرف، هر دو طرف و همه بیشترین و بیشترین قربانی ما امروز در افغانستان جوان است. در هر ساحه که ببینید در سیاست ببینید اینا را قربانی میکنند و در جنگ میبینید اینا را قربانی میکنند، در اقتصاد، در هر چیزی که ببینید جوان پیش میکنند. جوان هستی، جوان هستی، در قبالش ببینید که یک پروژه است و جوان ها را قربانی کرده میرند. فکر میکنین که چرا حکومت افغانستان تا هنوز در محور گفتگوهای صلح قرار نداره؟ ظاهرا دیده میشه که هنوز هم در حاشیه است. دولت افغانستان متاسفانه مشروعیت لازم را، کفایت لازم را و توانایی لازم را از خودش نشان نداده تا حالا. ایرا ما و شما خبر داریم انسجام لازم را از خودش تا حالا نشان ندادم. چیزی را که ما امروز از او به عنوان دولت توافقی نه برآمده از دل رأی مردم شاهد هستیم، مشروعیت کافی از لحاظ رسمیت و مشروعیت ندارد، از لحاظ حکومتداری، از لحاظ تمام جنبه های دیگه متاسفانه ناکام بودن. اختلافات داخلی را که شما در بین حکومت شاهد هستین همه بر هیچ کس پوشیده نیست، همه می دانند. بنابراین همه اینا وزن حکومت را کم کرده، چه وزن منطقه‌ای حکومت را و چه وزن بین المللی حکومت را. حکومت زمانی می تانست با اقتدار پروژه را، پروسه صلح را در اختیار بگیره و بتانه با اقتدار وارد شود که اولا از مشروعیت کافی برخوردار بود، دوما انسجام کافی را در بطن خودش می داشت، اجماع کسانی را که طرفدار همین نظام نوپا هستند را کسب و کمایی می کرد و دارای برنامه و پروگرام منسجم و مدون می بود و برای دفاع از منافع اولیای افغانستان محکم و مقتدر می تانست که استاد شود. منتها امروز ما با یک حکومت ورشکسته، فاقد مشروعیت سیاسی، فاقد مشروعیت عمومی، فاقد حمایت مردمی کافی و فاقد انسجام روبرو هستیم. یعنی فکر میکنین این عوامل سبب شده که حکومت افغانستان در روند مذاکرات صلح در حاشیه باشه؟
تمام این همه عوامل باعث شد که بحث به نام مذاکره آمریکا با طالبان پیش بیاید. شما اگر ما در حکومت داری موفق می بودیم، اگر ما در بسط دادن جغرافیای حکومت ما موفق می بودیم، اگر در ایجاد یک انسجام ملی ما موفق می بودیم، اگر به دلیل تکروی های اشخاص خاصی دو پاسپورت هایی که امروز سرنوشت افغانستان را قمار زدند و نگذاشتند که یک انسجام ملی در افغانستان و حکومت نوپای افغانستان به وجود بیاید، آیا جامعه بین المللی به خودش جسارت میداد که یک گروه تروریستی طرف مذاکره ما قرار بده؟ من تصور میکنم که نه. اما تمام تکروی ها، تک خوری ها و تمام چیز را برای یک مردم خواستن، منافع اولیای مردم افغانستان را قربانی خواسته های شخصی کردن، ما را به این وضعیت کشاندن. تشکر. آقای قاضی، رای حل کنونی پس چی است؟ اگر نظام توانمندی درایت و ظرفیت نداره تا اینکه در محوریت قرار بگیره، با وجود امی توافقنامه حکومت که در حال حاضر امضا شده، یعنی با این ساختارا اگر رای حل وجود داره و فکر میکنین که بله، خوب چی است؟ وگرنه رای حل که وجود داره ویست که حکومت هم بیالی هم فرصت داره، چانس داره که به ملت مراجعه بکنه، چون خودش نتانست و نمیتانه، یک واقعیت است. خب مکانیزم مراجعه به مردم فکر میکنین چی است؟ برگزاری لوی جرگه است یا فکر میکنین که شورای عالی مصالحه خودش میتانه یک مجرای رسیدن به آرای مردم باشه؟ شورای عالی مصالحه میتانه سیاست مدارا یا بزرگان سیاسی ملی که امروز در افغانستان هستند، اینا هم میتونن که از فرهنگ گذشته خود اجتناب بکنن، یک فرهنگ ناکام و بین اونا هم متواصل به منافع اولیای افغانستان شوند، متفقانه از منافع اولیای افغانستان دفاع بکنن. من یقین دارم که اینمی جمع اگر حکومت نمیتونه، اینمی جمع باز میتونه که امی پروسه را نگذاره و پروژه تبدیل شوه و بره به شکل عملیش و واقعا یک صلح دائمی در افغانستان بیه. اما حال مشکل دیست که حکومت نخودش کرده میتونه که ما حکومت از تو به اصطلاح میاد دیگه. اگر این کدام تعریف حکومت داره پیشتر هموطن عزیز ما گفت، نه تعریف ولسی داره نه تعریف قانونی، به هم حال یک جمع است. اینمی جمع هر چیز به خود انحصار کرده، نمیگذارن حتی همی سیاسی نه. ما خوشاید از ایگه پا هستم، چندین بار جمع شدن و چندین بار خواستن که یک اتفاق سیاسی را ایده داشته باشن و بالاخره به آقای غنی اعلان بکنن، اما متاسفانه که او را ازم پاشا نگذاشت. یک یا دو نفره که در او داخل کردن این جمع را شکستاندن. حالا ما میگیم که تا با که اگر شما میخواین که در ارگ باشین، بیاین از طریق ورس این مشروعیت تا حاصل کنین در اون مذاکرات. خدا کنه پنج سال دیگه به شما موقع بتا همین حکومت معاقت هم به شما تعلق بگیره. ما هیچ اعتراض نداریم، ملت هیچ اعتراض ندارم، اما اعتراضش در عزیز که نه خودتان میتونین نه به کسی دیگه میگذارین موقع میتین که دیگه را بکنم. ایت یک حالت اماده که متاسفانه از همه مردم را گم کرده، از بزرگاه سیاسی بزرگاه ملی دانشمنده و مردمای دلسوز افغانستان. حالا اگر میگوین در افغانستان قاطع رجال است و تور نیست، افغانستان رجال خدا داره، اما متاسفانه که این عوامل بدبختی دست به دست هم دادن. نمیفهم که این نیتای خود ما خراب است یا گناه های زیاد کردیم. این وضعیت کرونا را میبینی که آل ده تور یک حالتی به وجود آمد که در اقل افغان ها با هم نشسته نمیتونند. و بهتر است که امیالم از این فرصت حکومت استفاده بکنه، امی مدیریت ملی بسازه، مردمی بسازه و امی شورای عالی مصالحه را که به وجود آورد برای آقای عبدالله امیر رسمن به ملت اعلان بکنه که در موضوع صلح دیگه یک حرف حق ندارم. عبدالله میدانم، مسئولیتش میدانم، مردم میدانم که اون باز یا بگوی که نمیتانم، شرافتمندانه بگوی که نمیتانم، مثل حکومت وحدت ملی عالم ای جرات و صلابت ندارم، و یا بگوی که نه عالم الهی هستم
چیزی که ملت ما میخواهد ما به هر قربانی حاضر هستیم. تشکر آقای مبلغ. راه حل چی است در شرایط کنونی؟ ببینین، دولت با تمام مشکلاتی که داره، با تمام عدم مشروعیتی که داره، وقت بحث با گروه طالبان میایه، یک چیز را ما باید دولت مردای ما، اینمی حکومت ورشکسته فاسد، باید یک چیز را متوجه باشه، دوستای بین المللی ما متوجه باشه که مردم افغانستان وقت مجبور باشن که انتخاب بکنن بین طالب و بین همه حکومت ورشکسته، مردم افغانستان در پشت اینمی حکومت ورشکسته خواهد ایستاد. وزن خودش را این حکومت نباید دست کم بگیره. این حکومت باید بفهمه که تمثیل کننده اراده میلیون ها انسان افغانی در مقابل یک گروه تروریستی هست. بنابراین تمام مناقشات را که در بین خودشان وجود داره برای پاسداری از ارزش هایی که خون جوانان ما تنها در یک سال 45,000 نیروی رزمی ما شهید شده، برای پاسداری از خون شهدای ما، از خون شهدای ملکی ما، از ملکیانی که سرشان بریده شده توسط یک گروه تروریستی، باید با عزم و اقتدار یک دستی به این مذاکرات حاضر شود. تشکر، سپاسگزار هستم از حضورتان آقای مبلغ، و همچنان تشکر از آقای گلرحمان قاضی، رئیس شورای صلح و نجات افغانستان. بیننده های عزیز، از شما هم تشکر که تا این دم بیننده بحث ما بودن. تا برنامه بعد، بدرود.